سلام، توی این ویدیو میخوایم ببینیم با سیستممون چه لپتاپ باشه و چه کامپیوتر با گرافیک و سی پیوش بیت کوین ماین کنیم و بلافاصله وارد کیف پولمون کنیم و بتونیم استخراجش کنیم، که استخراج اصلا کار نداره، فقط همون بحث ماین کردنشه که اون بحث خیلی مهمه. و برای اینکه بخوایم ماین هم کنیم باید کل برنامه های روی کامپیوترتون رو ببندیم و هیچ فضایی و سی پیو و گرافیکتون نگرفته باشه و کاملا خالی باشه. خب حالا وارد سایت نایس هش میشیم و باید اول واردش بشیم، که وارد شدنش خیلی آسونه. از این بر بالای صفحه میتونید وارد بشین و بیاین داخلش و بتونید برای خودتون ماین کنید. حالا وارد داشبوردش که شدیم، از این قسمت سبرگ بالا روی ماینینگ میزنی و وارد این صفحه میشیم. خب تو این صفحه گفته که شما هیچ دونه سی پی یو و ماینری رو وصل ندارید، باید چجوری وصلش کنید. از این قسمت هاو تو کانکت رو میزنیم و اینجا برامون یه لیستی رو اینجا برامون میاره که ما باید روی نایس هش ماینر بزنیم. این دومیه رو که روش بزنیم نصب میشه، که حالا من نصبش کردم و بریم با هم دیگه دقیق فرایند اینستال کردنشو ببینیم. خب اول این تیپ رو باید بزنیم که میگه شما 18 سال دارید و سب کنیم که نصب بشه. حالا نصب کامل انجام شد و حالا روی قسمت فینیش بزنید و خودش هم گفته که ران میکنه اتوماتیک و الان میاره که ماینر برای اون بالا میاره. دوباره اینجا روی اکسپ میزنیم، دوباره اکسپ و اینجا زبون هم همون انگلیسی خوبه و اینجا برامون میاره که باید ماینرمون رو بس کنیم. خب حالا اینجا یک کدی از هم میخواد، این کد رو باید کجا بیاریم؟ اینجا inter-nice-hash-mining آدرس به صورت کاملا دستی، که اگه روش بزنیم اینجا ازمون یه کد میخواد. این کد رو از کجا بیاریم؟ کد رو کافیه بیایم بیرون از اون صفحه و دوباره رو ماینینگ بزنیم و اینجا ماینینگ آدرس. روی این قسمت ماینینگ آدرس که بزنیم، این آدرس رو کپی میکنیم و وارد ماینرمون میکنیم و سیو میزنیم. خب سیو که زدیم میره که بالا بیاره ماینرمون رو. کارش انجام شد. حالا از این قسمت میگه که کدوم سورس و کدوم منبعی، که همون یه دونه رو ما الان داریم و فقط از این سیستم داریم استفاده میکنیم، که روی این اکسپت بزنیم و اینجا ریستارتش بکنیم. دوباره برنامه ریستارت میکنه و بعد که بالا بیاد شما ماینرتون در دست هست و میتونید استفاده کنید. ثبت میکنیم تا ماینر بالا بیاد. بالا اومد و حالا از این قسمت شما میتونید روی استارت بزنید. البته اینجا دقت کنید که گفته که یه دونه سی پی یو و یه دونه گرافیک الان داریم که بهش کانکت، ببینید بهش کانکت، و حالا از این قسمت استارت اگه ما روش بزنیم میتونه برامون ماین انجام بده. از این قسمت دیوایس هامون رو میبینیم و اون مقداری که الان در حال حاضر داره ازشون میگیره و اینجا هم که دماها رو داریم فعلا هر دوتاشون استوپ و روی حالت استوپ هن. این قسمت هم بنچمارکه، که از این قسمت هم میتونید بنچمارک ها رو ببینید که کامل زده سی پی یو و گرافیکتون که چی هستن، و میتونید از این قسمت هم فعال یا غیر فعالش کنید، که هم میتونید مثلا از گرافیکتون فقط استفاده کنید یا هم میتونید فقط از سی پی یو. مثلا من نمیخوام سی پی یو مثلا اینجا استفاده بشه یا مثلا نمیخوام گرافیک استفاده بشه، میتونم این کار انجام بدم و یک دونه شون اینجا فعال و یک دونه شون رو غیر فعال کرد. از قسمت بنچمارک بیاین و اینجا استارت بنچمارک بزنین، که بعد بنچمارکش که انجام شد بعد شما میتونید وارد داشبورد بشین و اینجا که بزنید میتونید ماین رو انجام. حالا مثلا شما میان یک مقدار بیت کوین ماین میکنین و حالا میخوان استخراج کنین، از این قسمت اگر روی این گزینه بزنین و اینجا کلا پولتون میاره و اینجا میتونید استخراج بزنید و اینجا میگه که مثلا میخواین از چه حسابی باشه، که همین حسابتون اینجا میاد و میزنینش و اینجا میگین که مثلا به چه حساب بیت کوین میخواد بره، که توجه کنید باید حتما حسابتون به حساب بیت کوین بره و یک کیف پول و یک آدرس بیت کوین رو بدید، که اشتباه اینجا نکنید که کلش هدر میره. و اینجا هم مقدارش میگه که هر مقداری که شما دارید مثلا میتونید اینجا بزنید، و اینجا هم که یه نوتی داره که اون مهم نیست، و اینجا هم یه مقدار کارمزدتون میگیره و
و بعدش هم میدونید اینجا بزنید و استخراج کنید بیت کوین که بلافاصله به کیف پولتون میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه کانال من سابسکرایب نکردید حتما همینا سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای دیگه من از دست ندید.